تاریخ جنبش های نوین شیعه در ایران و عراق به فاصله زمانی 1958 تا 1963 باز می گردد. در حالی که جنبش شیعه در ایران به رهبریت آیت الله خمینی بود، بعد از او آیت الله محمد باقر صدر از علمای بارز نجف رهبری جنبش شیعه عراق را به عهده گرفت. در اوایل دهه 60 میلادی بغداد دوران طلایی خود را در زمان ریاست جمهوری برادران عارف عبدالرحمن و عبدالسلام سپری می‌کرد، ولی نتوانست به خوبی از آن نگهداری کند و فرصت ناخواسته به دست حزب بعث افتاد و احمد حسن البکر پس از تبعید عبدالرحمن عارف به روی کار آمد. این در دهه‌ای بود که حرکت مسلمانان در ایران توانست شاه را از مسند قدرت براندازد. آیت الله محمد باقر صدر پشتیبانی خود را از انقلاب ایران اعلام کرد و از مقلدانش خواست که دور شمع وجود امام جمع شوند. نیروهای سیاسی و فعالان حزب بعث کم کم به دست صدام حسین سازماندهی شدند و حرکت رو به جلو خود را آغاز کردند. صدام این را درک می‌کرد که جنبش مسلمانان عراق با توجه به انقلاب اسلامی ایران خطری است که دولت بعث را تهدید می‌کند. این خطر را فقط بعثی‌ها احساس نکردند، بلکه آمریکایی‌ها نیز به وجود این خطر پی بردند. لذا تمام هم و غم خود را بر آن قرار دادند که به سرعت جلوی این امواج سهمگین را بگیرند. قبل از آن که جنگ شعله ور شود، آیت الله صدر از خانه‌اش که توسط بعثی‌ها به بازداشتگاه او تبدیل شده بود، فتوایی مبنی بر حرام بودن جنگ با ایران صادر کرد. ولی چیزی نگذشت که خبر ترور او منتشر شد. بر اساس اطلاعاتی که شاگردان آیت الله صدر آن را تایید می‌کنند، شخص صدام خود اقدام به شهادت رساندن آیت الله صدر نموده بود. پنج روز پس از ترور آیت الله صدر، حمله سراسری صدام به ایران آغاز شد. برای ایرانیان این حمله غیر منتظره بود. ارتش عراق بدون اینکه کسی در برابرش بایستد به جلو حمله عراق آنچنان سریع پیش می رفت که صدام حسین اعلام کرد در عرض یک هفته وارد تهران خواهد شد. عراق در همان ماه‌های اولیه جنگ توانست برتری خود را در جبهه‌ای به طول 1100 کیلومتر بر ایرانیان نشان دهد و پیشروی کند. ارتش عراق توانست سوسنگرد، مهران، دهلوران، قصر شیرین، بستان، هویزه و خرمشهر را به تصرف خیش درآورد و در 27 دسامبر 1980 صدام حسین اعلام کرد که مرز عراق و ایران همان جایی است که نیروهایش مستقر شدند. ای شهید کربلا، ای
شهید کربلا، ای شهید کربلا، ای شهید کربلا. امام خمینی تجربه سابقش را دوباره تکرار کرد، همان گونه که در سال 1978 و به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی از نیروهای مردمی استفاده کرده بود، این بار هم دستور داد تا ارتشی مردمی تشکیل شود و در برابر نیروهای بعثی صدام بایستد و بدین سان بسیج شکل گرفت و آن را بسیج مستضعفین نامگذاری کردند. جوانهای ما که میان و میگن ما میخواییم شهید بشیم، اینا خوف دارن از مردن. اینهایی که قسم میدن انسان را که ما شهادت نصیبمون بکنیم، خدا بکنن، اینا خوف دارن از شهادت، از مردن خوف دارن. اینهایی که مشغول خدمت هستن و هر آن محتمل است که خدای نخواسته مورد اصابه چیزهایی بشن، اینها خوف ندارن، اینا مشغول خدمت هستن. در جبهه های جنگ باید توجه کنند که اونها برای خدا می جنگند، نه برای رئیس جمهور و برای نخست وزیر و برای دیگران. اونها دل را قوی تر کنند و هرچه اشخاص فاسد به این کشور صدمه وارد می کنند اونها قوی تر. ایرانیان توانستند صفوفشان را مرتب کنند و گردانها و لشکرهایشان را تشکیل دهند و به آموزش افراد بپردازند و جنگ ملی تمام عیاری را به نمایش بگذارند. جنگی که بسیجی ها و سپاهی ها نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای در آن داشتند. بعد از یک سال جنگ اوضاع برگشت و حالا این ایرانی ها بودند که برای بازپس گرفتن سرزمین های اشغال شده شان حمله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن المعركة التي اعادت، ولی عملیاتی که تعادل و موازنه قوا را به همراه داشت، عملیات آزادسازی خرمشهر بود که سپاه پاسداران نقش اساسی در آن ایفا نمود. در 16 نوامبر 1981 و در حالی که عراقی ها تا بن دندان به انواع سلاح ها مجهز بودند، خرمشهر به دست ایرانی ها افتاد.